اما بریم سراغ سومیه. قشنگ برام سومی که اصل ماجراست و بی اتفاقی که این روزا برای بعضی عجیب غریبه مثل من. جدی دارم میگم و اصلا نمیخوام دروغ بگم، ولی تصورش نمیتونم بکنم که مثلا توی شرایط این شکلی دارم یک کیف پیدا کنه 1 میلیارد توش پول ترابل دلار بعد بره پس بده. چرا؟ چجوری بود؟ بگم خب درجه اول با هماهنگی خانم من که مثلا واقعا یه مشوق زندگی من، یعنی واقعا من الان رو درو هم که نشستیم تعریف خالی نیست. رو درو با من نشستیم؟ من که خانم شما نیستم، خانم بغل شما نشستم. با این که واقعا هستی زندگی من، واقعا نعمت و خیر برکتی که دارم و بچه هم تو این ساعت به اینجا رساندم واقعا با همکاری خانم و خودم هماهنگ زندگی ما، این صحبت هم هر دو با هم رو هم. پدر من یک ذره احساس میکنم شما یک ترس نهفته یک خانم دارید. نه هیچ. هیچ؟ نه به خدا هیچ شک تردیدی. حرف شما تو رو خدا قسم نخوری، من مزاح کردم با شما. پدرم بریم سر اون شب یا اون روزی که این اتفاق افتاد، بعد مفصل راجع به زندگیتون با هم حرف بزنیم. چی شد؟ پول تجربه پیدا کردی؟ من ساعت حدوداً 4 صبح از خانه بیرونم. 4 صبح رفتم برای حساب محل نظافت کارم. حوالی پمپ بنزین شهر خودم که مثلا پست یکی از همکارای من بود. من امتحان هم روزم امتحان علائم رانندگی داشتم، یعنی برای سر جلسه بود امتحان بود. بعد مدارک خودم همراه خودم بود، شناسنامه اینو که الان همراهم است. و یعنی در محل خدمت داشتین جارو میزدین؟ نه لباس چیز بودم مخصوصا سر کار. لباس رفتگری تنتون بود؟ نه همین لباس معمولی و نه کت و شلوار، لباس معمولی کار که میرفتم. ساعت 4 صبح بود، اون موقع تاریک بود، یعنی از همه همکارا من اون روز زودتر رفته بودم. این بابای بنده خدا حساب مال پول کنار همون جایگاه پمپ بنزین خوابیده بودم با ماشین 2:30 گرگان رسیده بود. بعد زمانی که صندوق عقب ماشینش کار داشت، یه وسایل داشت، اینا به گفته خودش که مثلا واس که در عقب گذاشت صندوق این کیف از روی وسایل رو گفته زیر پای ماشین، متوجه نشد. اون زمان اونجا خوابیده بودم. بعد من در همین حالت رفتن بودم، وایسیده همونجا جایگاهی که مثلا ایسکای وایس دو سرویس ما ماشین، یه سرویس تو پمزی میشتن، اینو بعد سرویس تو خود دانشگاه بود دوباره ماشین سوار میشه. ماشین نیست اون موقع صبح زودی، ماشین سواری خیلی کم، چند تا بچه آشنا کردم مال دوستا اونجا زندگی میکنن. بعد دیدم متوجه یه لحظه کیفی جیبی شدم، گفتم خب به هر حال ماشینای شهرداری ما که آشغال میره سکو، همونجا سکوی تخلیه تلالی و میسن برای سکو زباله، اونجا نزدیک سر کار من است، خود احتمال در ماشینا چادر نکشن، این کیف آشغالی پاره باشه تو ماشین. گفتم خب ضرر نداره، انسان به خود زحمت میده این تو مواقع. بعد ما خم شدیم و این کیف رو گرفتیم، نگاه کردیم، کیف بین کوچیک چند سنگینه. اون لحظه مثلا کیف باز نکردم، مثلا مشخصات نگاه کنم. منم دور گذاشتم یکی از دکمه های پیران معمولی که گفته زبان محلی خود مدام ساده صحبت میکنم اینا. چیکار کردی؟ به همون گفته بسا زبان همون دکمه رو باز کردی؟ کیفه گوشی دکمه پی؟ دکمه پیران همون لحظه باز کردم بدون کسی، اصلا باید خدای من بود و کسی هم که مشاهده حال من نبود، پرنده رو هوا خبر نبود، من بودم خدای خودم با اون وجدانی که انسان داره. چه جمله قشنگی، پرنده رو هوا خبر نداره. که همون مسائل قدیمی ها گفته قدیمی هاست. هیچی ما یک از این دکمه پیرنه باز کردیم، گذاشتیم تو پیرنه ما، در شبانه کمربند من که محکم بود، همیشه من یه صبح زود میرم انسان احتیاط همیشه چیز هم بردن. بعد با اون مدارک ها بردیم، یکی از بچه های محل من اونجا نگهبان دانشگاه پزشکی بودم. بابا این من کار دارم، شما رفتی ته قصه. بعد من از اون لحظه ای که شما کیف و این دکمه های پیرن مبارک رو باز کردین، کیف رو گذاشتین داخل، از اون لحظه تا زمانی که اعلام رسمی کردین که شما کیفی رو پیدا کردین که 1 میلیارد تومان ارزششه، من اینجا رو کار دارم. به چی فکر میکردی اون لحظه؟ اون لحظه اصلا یه احساسی به من دست خدایا، من چند روز جلوتر داستانی تو خانه با خانم من که وقتی مثلا سر کار 5 تومن 10 تومن پیدا میکردم، پولی بدون نشان مثلا میامدم توی امامزه برداشتم تو صندوق، میامدم پولی پیدا کرده 4-5 مرحله مسئله برای من روک داد. بگو تجه خدای تو این کیف اصلا یک حالتی به من دست خدای این چیز خدایی که مثلا نصیب من شده. امروز صبح ببین خب از همه زودتر بلند شدم، این کیف جلو من در آمد. یک راننده برای جوانی خیلی سندش کمتر، 30-35 کمتر، گفتم آقا تو دانشگاه من انسان، گفت نه من مسیرم خود. این ماشین 2 متری همین کیف ترمز زد با برگشتن دقیقا. من از اول یک بسام با خودم رو دادم که مثلا چیزم یه حالتی که کنم، نه این مردم میرم کسی کن نگیره، گفتم خواب اشکال. دوباره برگشتم با همون گذاشتم جلوش، گفتم خواب اشکال نده، حالی خالی پر میگیریم.
اما یعنی شما دفعه اول کیفه رو دیدین اهمیت دادین رد شدین؟ اهمیت ندادم، یه دو متری فاصله گرفتم برگشتم، میدونستم که این کیف یه عللی توش هست. چی توش هست؟ یه معنا گفته ایده، معنایی داره، مفهومی خلاصه داره. قبلی که گفتم چی بود؟ عللی توی کار هست. آها، یه جل فارسی به همون دستیر زمان بدگم. بعد تم فرمودن دکمه پیرانه باز کردن گذاشتم داخل. دیگه من 10 دقیقه مطرشم برای ماشین. خب چرا پاسو شما گذاشتیم بدرم؟ به خاطری که پامو گذاشتم دیگه، مثلا کسی که نبود، آره دوست با بچه های کارمندای پمپ بنزین بودن، کسی متوجه مثلا اون کس ندید نه. نه نه به خاطر که مخفی بیان یه راز انسان. خب انسان هم یه خصلتی دوی اخلاق انسان داره، هم نه که من باشم دیگران هم هستن، اونا که در رتبه خیلی بالا قرار داره اگه بخواد چنین چیز اتفاقی براش بیفته مطمئنه که این احتمال داره که مثلا یه آدم نوشه یه حالت مثلا دیوانی بیا برخورد کنه، مثلا یه مثلا چشم حمله کنه بهت. این هم هست احتیاط انسان چی شرطه. احتیاط شرط عقل. این از قدیم گفتن. بله. بعد ما ماشین سوار شدیم و رفتیم سوی دانشگاه علوم پزشکی. خب این نرس به اونجا، پدرم قربون چشات برم من، چون اون لحظاتی که کیف توی پیرن شما بود تا برسی دانشگاه خونه که خونه داشتین اون موقع؟ نه مستجم. 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 پس انداز چقدری؟ پس انداز زیر 500 تومن بگو. آن در حال حاضر ارتباط خالی دست. قربون صداقتت. خواهش میکنم. بعد همون موقع هم گره داشت این لنگ حالا اجاره خونه بچه ها. بچه بزرگی شما چند سالشه؟ دخترم تقریبا 18 است. حالا بالاخره ممکن بود بخواد دانشگاه بره، اونم از نوع دانشگاه آزادش که هیچ دیگه، مثلا باید بعد از یه مدتی پدر مادر خدای نکره کلیه بپوشن بچه بتونه لیسانس بگیره. عرض کنم که مشکل و گره داشتین تو مقوله که مثلا یه لحظه بهش فکر کنی که خب حالا خدا حتما خواست خدا بوده دیگه، این کیفه رسیده به ما یه چیزی توش هست بتونه گره هامونو باز کنه. ذره‌ای به این فکر کردی یا نه؟ فکر اصلا مشکل موقع گفته که در حد نیازمندی که خودم نیازمندم که تا برسه مثلا به دیگران خودم واجبترم از دیگران، اون جمله خیلی در کارا به کار میرینا. بعد اصلا هیچ فکری خدا شاهده که اصلا شیطان من وسوسه کنه مثلا بیاین پولو، اصلا خانوم من یعنی از من به مزی من دفترچه تلفنی که باز کردم زنگ زد به پسر آقا. اول کسی میخوانه برادرش نبود بعد به پسر مادر شما چرا؟ تماسیم این همه قصه ما دیدیم مثلا طرف آقایی کاری پیدا میکنه، یه پولی پیدا میکنه، یه گنجی چیزی، بعد خود آقا هم میخواد نرم شه بره پس بده، خانوم موچه میگیره میگه خب ما پا تختی دعوتیم پس فردا، هنابندون دعوتیم، نمیدونم مهمونی داریم، سفر داریم، هنوان بارم پا تختی بارم سفر، از کجا میاد سفر بر نگردم؟ با پول خودشون میرن و بر نمیگردن سالن تا برسه که با حرام. مادر ضربتی میزنه و اصلا اجازه بازی هم تو این قصه نمیده. این قاتل مادر؟ آره باور کن حقیقت میگم. یعنی شما وقتی با اون همه گرفتاری که داشتیم بالاخره رفت زندگی شما خیلی قشنگه، خیلی دوست داشتنی و سلامتی خودتون و اعضای خانوادتون میلیاردها میارزه، حالا اون 1 میلیارد تو کیف که فدای سر خودتون و خانوادتون. ولی مادرم من جای بچه شما هم اومد دارم فکر میکنم خدا میذارم جای شما ها. آقا دروغ چرا؟ آقا چرا با دروغ بگیم؟ حالا وسوسه میشه دیگه. همین الان شما از استودیو بری اون حساب بانکی 500000 تومانی شما بیفته اینجا، خب البته من به دوستا همه مطمئنم، ولی خب مثلا من وقتی 500000 تومان حاضر اومده ریخته مثلا پس برام قسط داریم و اینا، آدم ممکنه ذره ای لحظه یک چیز یک جمله یک گزاره ای از تو ذهنش عبور بکنه. وقتی که آقا با شما مطرح کردن قضیه رو شما هم هیچ اتفاقی براتون نیفتاد؟ هیچ اتفاقی برام نیفتاد، خدا رو شاهد میگم. خودش میدونه، بهش گفتم، گفتم به جای اینکه دنبال پولا رو بشمارین دنبال آدرسش بگردین، شماره تلفن یا آدرس فلان. شما دوست داشتین پولا رو بشمارین پدر؟ نه این داشت نگاه میکرد. آره میشمار مرحله اول یعنی کسی رو باز میکرد در بیاره که ببینه که همون آدرس کجاه. آره پولا رو نگاه میکرد به مرور. اون دلار رو شما دیدین؟ آره دلار رو هم دید، ترابر هم دید، همه ریخ بیرون هم زمانی که ببشتیم نشستیم مثلا 10 دقیقه من تو خونه بودم، 10 دقیقه من شد 5 دقیقه کیف رو باز کردم. اصلا قبل از اینکه مثلا بنده کیف رو باز کنم خانم هم دفترچه رو دست اصلا تلفن زد، تمام آدرس های شرکت های بزرگ اینا همه داشت، یعنی هر جای شرکت های زبان و در تو کشورهای فکر کنم عربی هم یه چند تایی آدرس داشت مشخصات. و من از یه خانه برادرش نیخونم به پسرش این پسرش در جمعه بود کارگر شهردار فلان منطقه فلان نایه 5 شهردار فلانی، اسم مشخصات شماره تلفن خانه مشخصات همه چی دارم تماس. ایشون هم چناران مشهد بود، یعنی درست 5 فرسخت قبل نسل مشهد.
یعنی زمانی که تمام مدارکش دست من بود، کارت سوخت، بیمه ماشین، کارت پایان خدمت، غیر از آبروان که خارجی که گفتم نه اون چیزی که خیلی های زهمیته پولا. حالا بعضی پولا. مثلا بعضی از دوستان و عزیزان هستن بله. که من دیدم مثلا چیزی پیدا میکنن ولی بازم این آدم راضیه در بعضی اوقات مثلا یک کیفی پیدا میکنن یا بعضی از دور از این جنبن دارم مثالی که میزنم چیزی که دارم میبینم و میگم شما که عزیز دل منی مثلا از این سارقین محترم و شریف و دوست داشتنی مثلا کیفی رو سرقت میکنن و پولاشو بر میدارن ولی باز کاری میکنن خدا خیرشون بده کارتشناسایی و هویت و اینها رو حداقل یه جایی میذارن صندوق مثلا چیزی میذارن صندوق پستی و دست صاحبش برسه بعد خدا واسه به خاطر کارت ملی و اینا دیگه نره مثلا یه 7 8 سال دیگه کارت ملی بگیره. باشه کار خیلی خوب کرده، خیلی خوش سلیقه‌ای کردن شما که اون تهران مهمان ما شدیم مثل یک چرخی توی پارک رفتگر تهران زدید و ما خیلی قاطعانه دوست داشتیم. پیمان خیلی پیشنهاد خوب میکرد که اون تندیسی که در پارک رفتگره به نظر من خیلی برازنده شماست، کسی که در این لباس، در این لباس نارنجی شریف و دوست داشتنی داره کار میکنه و یک همچین اقدامی کرده که صحبت کردن راجبش هم به نظر من بعضی موقع ها علامت های تعجب زیادی رو در ذهن آدم بودو بودو میکنه. با چه ذوقی نگاه میکردم پدرم، پدرم یه کوچولو الان یه ذره اینجوری باد ننداختیم به قبقبتون که بالاخره من از 1 میلیارد و خورده یعنی 1 میلیارد و 700 که پیام میگه، چون پیام کلن مثلا تخصص تو اغراق داره و اینا همه میشناسن دوستان مثلا این مقوله انقدری میکنی شاید باد کنه، ولی ما جمع زدیم اون 3 مقوله ای رو که شما در حین خدمتتون اون پولا رو پیدا کردین، ترابلا و دلارا و اینا، تو 3 مرحله ای که 500 تومن بوده که از 1 میلیارد بوده که شما میذاره مثلا کمتر میشه 1 میلیارد و 500 میلیون تومن تقریبا. خب شما دیدم یک دوست خیلی عزیزی آقای جلیل ایمانی بود اونم اسمشون، چون یک مقاله نوشته بودن بعد از اونجایی که خیلی نگاهشون خیلی نگاه های خاصیه و ژورنالیستی هم مطلب می نوشتن بعدم یک مقاله نوشتن راجع به اینکه چرا مثلا قد مرتضی مهرزاد رو شما 2 سانت بیشتر گفتید و وای چه اتفاقی در کره زمین افتاد، که من واقعا متاسف شدم واسه همچین قلمی، چون ایشون اتفاق بزرگی رو که واسه اتفاقا کسی هست که در شمال زندگی میکنه، مرتضی مهرزاد عزیزی که افتخار داد تو برنامه اومد بعد از 7 سال اون سکوتش رو شکوند اومد و تقریبا با مادرش صحبت میکردم چقدر مادرش راضی بود. من یک نکته ایرم بگم، اونم که مرتضی مهرزاد شده عضو تیم والیبال نشسته استانشون بعد از اینکه حالا علی کریمی رو دید چقدر بچه فدراسیون بسکتبال می‌خواستن سراغش برن، الحمدلله خدا رو سرزا مرتبه شد اتفاقات خیلی خوبی براش افتاد. خب چی میگفتم من پدر یادم رفت درباره کیف سوال کردی درباره کیف سوال کرد من رقم رو می‌خواستم بگم گفتم که اینو بگم که حالا بعد پس بعدن اینکه اینا اغراق می‌کنن تو رقمایی که و عددهایی که در مورد مهموناشونه، این غرور اومده یا نه؟ غرور نه هیچ اصلا. چرا؟ که به خودم غرور را بدن که مثلا این پول پیدا کردم بین مردمی تو جامعه، نه خودش خیلی معمولی خیلی عادی خیلی احترام بدم. نمیشد مثلا این 1 میلیاردی که پیدا کردی مثلا شما نگرش میداشتی مثلا خمس و زکاتش هم میدادی حلالش میدادی؟ نه دیگه، پولی که وقت صاحب شد من این پولی فردا بیام خرج خیلی مسجدی مدرسی هم کنم، نه طرف وقت مسلما روزی، نه این پول حلال نیست از نظر شهری، مسلمانی حلال نیست، علما هم هم دارن حرف میزنن، منم که یه آدم معمولی هم مشخصه. خب این پول دیگه نمیشه، طرف راضی نیست، حتی اون مبلغ مثلا 100 تومانی که به عنوان خانم و به عنوان شما بلد شما چیز تحت عنوان کلا شرعی بلد نیستین؟ نه 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 خواهش مرمون همون سادگیتون خواهش مرمون. حالا بریم به اصل ماجرا رو بپردازیم و اونه که لحظه ای که اون صاحب این پولا که 1 میلیاردشو گم کرده بود، وای من چجوری بهش خبر دادیم مادر که بیا 1 میلیاردت پیدا شد؟ زنگ زدیم به پسرش. شما زنگ زدیم؟ چی گفتی؟ زنگ زدم اسمش بردم و آقا بهاور این گفت برد. گفتم با آقای بهاور چه نسبتی داریم؟ بعد گفت که من پسرشم. و گفتین کیف رو پیدا کردیم چی فکر؟ فکر کنم نمیدونست. آه نمیدونست. بعد گفت چیزی شده؟ گفتم آره کیف پول و اینا پیدا کرده. چک نگفتم دیگه، چیزی نگفتم. و بعد طرف کجا دیدین که اون مسئول رو بگه؟ زنگ بزنم براش. گفتم زنگ بزن هر جایی بهش بگو اینا، چون شماره خودش نبود، شماره پسرش اینا. اومدن سراغ شما پدر؟ من که نبودم. خانه من بود. من کار نبودی؟ نه نه، خانه نبود. من کار بانکی داشتم. نه دیگه نه. 20 ساعت به یک یه لحظه ببخشید.
آمدن خانمم سفارش کردیم که اگر آمدم دم در پول بهشون بده، من یکونیم آمدم خونه آقا 20 دقیقه با بچه های شهردی ساعت مربع و هم سرپرست نایه خودمان که باشه نایه من با بچه هم آهنگی کردیم که اینا آمدن در خونه پولی تبیل دادن رفتن. من نیدنم خب نه کجا رفتن، من با اینجا کار دارم. یه میلیارد کیف و پول شما برگردوندی به این عزیزمون، انعام چه خبر؟ گفتم چقدر؟ اصلا گفتنش به نظر من من کسی انتظار صحیح نیست که مثلا چقدر قربونه چشات برم چقدر مبلغ 100,000 تومان 100,000 تا 100,000 تومان 100,000 تومان خانم من توزه سفارش کردم نگید اصلا نگه خود. شما یه میلیارد برگردی 100,000 تومان اجازه لحظه من اجازه بده من چون میدونم اگه حرف بزنم ممکنه که ناراحت بشون دوستمون 100,000 تومان یه میلیارد خسته نباشید ادامه میدیم با همینه که برای اینکه میدونم شما به من کلی سپورین که خیلی چیزی نگیم که عزیزمون ناراحت بشن ولی چه درصدی رو حساب کردین شما من نمیدونم ولی گفتیم گفتم دیگه شما ناراحت شدید گفتم نه آخه مادرم ناراحت شدم من دیگه قربونت آخه من یه چیزی به شما بگم شما یه میلیارد پیدا کردین زور دارید آقا یه خوش پول بگیریم که نگرفتیم زنگ زدیم میگفتیم اینقدر تو برامو آره سفارش کرده بودم مثلا زنگ بهش بزنیم آره جویی بعد میگفتیم اینقدر ما بده به پلیس بگی برو انا شما ناراحت شدید ازش میگرفتیم مادرم بدترین کابوس تو این برنامه برام اینه که مهمونا از من ناراحت شدن چیکار کنم شما آشتی کنین ناراحت نمیشن اصلا خواهش میکنم چیکار کنم مادرم نه ناراحت نمیشم ولی ناراحت نیستی نه من به خاطر شما گفتم دیگه من ذره آتیشناک و سوختگیناک شدم اصلا این چیزش اینا آخه 1,100,000 تومان چقدر زمان داریم 2 دقیقه زمان داریم بعد اتفاق این که براتون افتاد این سه باری که این پول پیدا شده با هم دیگه صحبت کردیم قاطعانه مادر قبل از اینکه بخواد فکر بکنه بهش گفت حسابش بده کنیم زنگ بزنیم بهت ببره احساس کردین که بعدش نمیدونم شما با خدا معامله کردین دیگه کاری واسه تون کرده خدا بعدش اتفاق افتاده واسه تون شما همونجور ساده زندگی میکنید تو خونه مستجری آقا که هنوز یه رفتگر ساده است کارگر ساده ها سلامتی بهتون چیز برادرم 100 میلیارد داشت باش وقتی سلامتی نداشت باشه به درد نمیخوره سلامتی داریم دو تا بچه خوب داریم آرامش داریم بهتر از این شما امشب تمام شیطنت های من خونسا کردیم و هر آتیشی که خواستم بسوزونم یک جوری شما رسواش کردید امشب من حتما امشب با اصرار فراوان و میخوام مهمونامون حتما پنجره ما رو یادداشت بنویسن و امضا کنن برامون اون تندیس که خیلی ناقابله ولی میخوام افتخار کنم به اینکه تندیس محصل میاد تاخچه خونه شما قرار میگیره خونه تو چند متره؟ حدود 80-90 80-90 تو شهر زندگی میکنی تو مرکز شهر ایمان تو مرکز شهر ایشالا که صاحب خونه شید ایشالا که صاحب خونه شید ایسه کوچیک بگم خیلی خوبه این اتفاق از یه طرفش هم ناراحت کننده است برای اینکه خوبیش از این جهته که خیلی از محصلی ها خیلی از هموطنامون ما رو مونس خودشون دونستن در دل میکنن نامه میفرستن عجیب غریب این قصه هایی که ما میشنویم چقدر زمان داریم ما؟ تموم زمان ما میخوام که از شما حتما میخوام خواهش بکنم از شما مادرمون که نفستون حقه خیلی ها التماس دعا داشتن من برای پدر دوست عزیزم علی انصاریان عزیز فوتبالیست خوب کشورم پدرشون که یک کوچولو کسالت دارن تازه که ما آرزو میکنیم زود زودم خوب بشن که تأثیر هم میذاره رو زندگی علی انصاریان برای رضای اصلانی عزیز برادر محمد اصلانی که بی نهایت به ما محبت کرده تو این برنامه که اونم یک کوچولو کسالت داره و آرزو سلامتی برش میکنیم دو تا دعا کوتاه خیلی زمانم کوتاهه پدر دعا انشاءالله که خداوند شفاش بده انشاءالله همه مریض هستم اللهم عجل و ولی کل فرج یا من اسمه دوا و ذکر و شفا ان شاء الله همه مریض رو خدا شفا بده الهی آمین وای برداشت از برنامه امروز ما کاملا آزاده من خیلی دوست دارم حتما بیام کنار شما یه عکس داشته باشم تو یه قاب با شماها بشینم ولی بریم اول شما یادداشت برنامه بنویسید ماهتون عسل همین خدا حافظ